بارو میه از دشت و سارا تو پس امدی وطن گشته دلارا. مخواج موضوع خرابالوی ما باشی ننم هرگز برابر قد بخارا. بینندگان صدای جاغری سلام و درود. من صحت سفری امروز در منطقه خوجموزان قریه خوجموزان هستم در کنار خانم سریا تلاش. میخوایم امروز راجع به منطقه خوجموزان صحبت کنم. دیگه ما معمولا در هر قریه که موری امرای مردای ام قریه صحبت منی که سریا تلاش دیگه یک دختری هست که همیشه در صحنه بوده. شما کاراشی در جریان چه هستین؟ دیگه امروز میخوایم که یک برنامه متفاوت تر همراه سریا داشته باشیم. سلام خانم سریا، خوب هستین؟ عرض ارادت خدمت شما قای سفری و عزیزان بیننده صدای جاغوری. امیدوارم که همگی شما خوب و خوش باشین و ایام به کام شما باشن. خیلی خوشحالم از اینکه امروز میزبان قای سفری در آغل خوجموزه یا خوجموزان هستیم. خوش آمدین قدمای شما گلبارو. تشکر، سلامت باشیم. خانم سریا، میخوایم در ابتدا در قسمتی کشاورزی در این منطقه صحبت کنم، چون تمام چیز فعلا نمو تمام دغدغه مردم فعلا نان است دیگه. آره بالکل. چطور است امسال آو کشت و زراعت در این منطقه؟ البته پیش از اینکه ما دروی کشاورزی به قنجقه شما تاره کنم، خوب است که بگویم که همه ساله شاید خیلی سرسبز و جاغوری، ولی امسال یک کم ذره شاید تفاوت داشته باشه بعض از قسمت هایشی. ولی خوشبختانه در منطقه خود خوجموزه زیاد تغییرات نمده، فقط تغییرات خیلی کم و چشمگیری در قسمت های زمین های پشته یا زمین هایی که زیریاب نیستنی زیریاب دریاک نیستن. ولی امسال هنوز زیاد تغییرات دیده نموشه که یک قسمت از زمین شخصی از خودون از من که پشته هستن تا به حال را دیگه کمبوتی و رساس نگده. ولی یک قسمت هاییش هست آره که فقط امو درخت های کویی تقریبا امو جنگلی میشه دیگه. آره. که امو یایش کم کم امو تر امو چه سال مگه پشمرده شده، ولی آره. کلگیش نه. خب مردم در اینجا یا گندوم و بعضی چیزهای دیگه که بیشتر در جاغوری کسته چی چیزهایی که کشت موشه؟ خب آره. باید از لحاظ موقعیت جغرافیاییش اول دفعه ما گفتم بلدهشیم. آره. ولی که مشخصا روی از این مادین که چی چیزها کشت موشه، گندم در اینجا هم گندم ترمی کشت موشه، هم گندم بهاری کشت موشه که ما گندم بهاری موشه. در این حال رشقه که کلگیش منگرنین و شفتل دیگه از بین حبوبات یا میوه‌جات سبزیجات کس تقریبا کل چیز اینجا کشت موشه. گفته نمیتونم که اوت چیزی در اینجا وقتی ترکاری یا دفعه ترکاری اینجا پیدا نموشن. خب ما سرجم گفتم از اینکه سوالای شما مرقبی سرجم بود. خب امسال چی رقم آیا می چیزار که شما یاد کدین کش شده نشده؟ کش شده فقط تنها چیزی که کش نشده من ممپلی کش نشده نمفهم که دیگه جایی چیز مگه شاید هم بفهمین دیگه ری. چون او قدر مخره یعنی کش نشده در اینجا، یکی او کش نشده و تانوز را جمع و آثار شیوش نمونی، یکی دیگه هم بعضی از قسمت های زمین ها زفران کشت بود که اونو هم امسال متاسفانه رو در خشک شده دیگه. خب هم زیال معلوم میشه نظر دیگه پایشیم دیگه خرید زمستو پرایه دیگه شاید. آره. خب ما این در قسمت معارف میخوام پرسان کنم، آیا دختر خانم ها بچه هایی که در این زی منطقه هسته یا غیل هسته از آغیل خوجموزان طرف مکتب ماره نماره چی رقم هسته وضعیت معارف؟ خوشبختانه بگویم که وضعیت معارف در دهه های اخیر خیلی در کل در سطح جاغری روش داشته بودن، ولی در منطقه خوجموزه بالحمدلله که شاید بگیم که زیادتر از خاطر از اینکه دیگه اوتر شاگرد اینجا دیده نموشه که بی سواد باشه یا اوت بچه و دختر نیست که بی سواد باشه، بجز اونایی که همسایه در منی خود خوجموزه ده. تقریبا سالانه بگیم که شاید بیش از 80 نفر دختر و پسر در بین خود مکاتب است و از همه جمله باز فارغی نمداره. خب در مورد تحصیلات عالی آیا بچه ها امسال طرف دانشگاه ها رفته نرفته؟ امسالش متاسفانم شاید فیصدی خیلی کمش در دانشگاه مانده باشن، ولی اکثریتش ترک تحصیل کرده و خب قرار معلومات که در خودانش معلوم است دیگه بیشتر از این شاید نیاز نباشه که ما وضاحت بتو. خب غیر از اینکه پای که ما شما پرسان کدوم دیگه کدوم خبرهای نوده یا غیل است که مو خبر نی؟ خبرهای نو که نه، ولی امروز چون مشخصا روی منطقه پیچیده ننی بله.
منطقه خوشمنظور موشک ما فقط نه از خاطر از یک فقط منطقه خودونی از ما است، از لحاظ موقعیت جغرافیایی بلدی شما بگیم یه خوب است که حداقل واضح و آشکارشون برای کسایی که دمین خودی جاغوری هستن یا کسایی از زن بیننده ای که پروگرامای شما را سهل مونه ای بلدیش معلوم شده که خواهش موضوع در کدام قسمت است، چون ایر بلدی اکثریت کسایی یک رقم عاقل ناشناخته واری معلوم موشن. خب موقعیت جغرافیایی شکسته خودی خواهش موضوع از طرف شرق با قادی انه باز از طرف شمالش هم موشه که بگیم قنجاق قادی و یک قسمتی از پاتو هم مرز است، باز از طرف شمال باز هم مو هم که چسنگ موشم قادی موشه دیگه نی و از طرف غربش با سرخ پیدگ و خوال تقریبا هم مرز موشه و از طرف جنوبش با خود خرکاش موشه که من عاقل خوش موضوع مربوط منطقه خرکاش هم اکثریت کسای حساب مونه ولی خوش موضوع مستقله. خب بسیار خوب نام منطقه خوال رو گرفتین شما دیگه، امیتر در بین توت قرار گرفتین دیگه، چطور امسال میوه‌جات توت مود رسیده نرسیده زردالو؟ خوبه که منج بلده شما یک چیز بگیم بخاطر از اینکه فصل توت هستم، اگر دیگه از موسم سالم بود خب مطمئنن از توت مود چی خبر نبود و پرسان نمکدین، ولی خوشبختانه بگویم که اغلای از مو از تودم بیایه و از زردالو هم بیایه از باغم بیایه، ولی بر فعلانش فقط مو تیلو مو تاگ و خوال رسیده، اغلای خودون از مو یا می خوش موضوع فقط تودای جنگلیش رسیده، تازه مرخ کشته دیگه. آن اره مرخ کشته. خب خودت که از خوش موضوع هم هسته دیگه، شعرهایی که مگی در قسمتی مثلا در کل جاغوری بیرون از جاغوری حتما بلده خود امزاقیل خود بلده تو دیگه امود تو مهم هم است شاید دقیقا. خب گپایش رو نیمه تمام قید کردم با مزرد از اینکه روی شعر پیچید، ما باید بگیم از کل شاعران باید مزرد بخواییم که من شاعر نیستم، من کجا و شاعره کجا، ولی گهگاهی گستاخی در حق واژه ها یا در حق شاعران مونیم، جدا از او منطقه یا زادگاه آدم کس حرمت مادری رو برای آدم داره، آدم هیچ وقت نه تنها شخصا ما بگیم که خیلی پابند یا وفادار یا خیلی دوست دارم ما زادگاهی خورم، این برای کلگی مرخمی هستنه چون حرمت مادر رو دارم، ما هم که خودم زاده زمین خواهش موضوع و کلان شده زمین خواهش موضوع هستم، برم خیلی خیلی با ارزش و خیلی خیلی یک رقم وابسته شستم، نه که به گفته یکان تا که گپ از تعصب زده شده بگم که متاسفم، نه تعصبی مثبت هم وجود داره. آه اره دقیقا ایشی موافقم ایش هست. اره در قسمت شعر اولین شعر که نوشتم یا اولین شعر که از نقد و نظر بر شدم همه شعر خود جاغوری بود، جاغوری ببخشین خود خوش موضوع بود و نمی اواخرم دیگه اگر یادم باشه من اون شعر که نوشتم برای خود خوش موضوع بود، چند می روزای آخرم دو سه روز همیت مشخصا در خانه بودم و خواستم که بیشتر روی عقل تمرکز داشته باشیم. خب اینالی بلدی از مو امو شعر اول و آخر خرا یا نه و آخر از دوک است قاقص پیج و برزمو نمگی؟ نه نه خواهش منم، شعر یک رقم خاصیت دارن که معمولا آدم بداهه نوشته، نه بداهه منظور که فی الحال امو چیزی که در ذهنت میگرده، چیزی رو که تو خیال مونی یا چیزی که در تصوراتت میگنجه اونمونا رو روی قاقص پیاده مونی، فرض مثال بعضی اوقات دو بیتی هایی را که بداهه نوشته مونیم بهترین دو بیتی ها موشم و بعضی اوقات این نیاز در سوانکاری داره گریش کارش نه، ولی اولین شعری که بلدی خود جاغوری بود ناگفتنم نه که ما پوره شعرهایی که نه ولی فیصدی خیلی زیادیش لهجه ای استم، لهجه ای بخاطر از اینکه جاغوری یگانه منطقه ای است که لهجه متفاوتی با دیگه مناطق هزارجات داره، درست است که کل مناطق هزارجات با لهجه هزارگی تکلم یا صحبت مونن، ولی لهجه جاغوری که است در بین پره هزارجات شاید بگیم که متفاوت تر است و در عین زمان سوچه یا غلیظ تر است، فرض مثال فقط جاغوری و مالستان که لهجهش خیلی به هم نزدیک است و شباهت داره، اگر تناور رو بریم و دمی لهجه از خود گنگ همی رقم قنج غزوار نقل کنیم مطمئنن که از بین صد کلمه شی دو کلمه شی اتمن بلدی از اونا گنگه،
دیگه مم قدر نه که بگیم که روی زمین لهجه جاغوری پیچیدم، پورا مناطق را رویش کار کردیم و که اکثریت شما هم شاهد هستین و بودین، ولی زیادترش یه که واژه های اصیل رو در بین دو بیتی وقتی که آدم جا بیده، دو بیتی یک رقم خاصیت داره، شاید اگر سنگین رویش کار شونه و محکم تر کار شونه اینا ماندگار یادگار مومنه، ولی اگر میده سبوگ و سرسری باشه شاید بلده یک روز دو روز روی زبانه باشه بعد از اون مفته. یه یگانه دلیلی است که در دو بیتی ها واژه های غلیظ را جا میتیم تا که اگر رفت و ماندگار شد دو بیتی، امین نسل بعدی حداقل مون واژه های غلیظ زیادش نره که امروزه ما و شما که نسل امروز هستیم اکثریت واژه ها را استفاده نمونی منی این واژه گوسته که زی هیچ وقت ما و شما انکار نمیتونیم بگیم که ما هم تا غلیظ و سوچم مثل روال سابق یا یک دهه دو دهه پیش که میزنیم تورا میگیم امی عالم که ما درو تورا میگیم هر قدر که میگیم ما تو سوچه از رگیش نه ولی نوش از پیش میتخم گجوار میشم. اولین شعری را که نوشتم ای بود که بوی بارو میا از دشت و سارا، تو پس اندی وطن گشته دلارا، مخواش موضوع خراب پالوی ما باشی، ننم هرگز برابر قد بخارا. ای اولین شعری بود که ما نوشتم و هم در مورد زادگاه که اکثریت وقتا به خاطر از شعر خیلی مورد انتقاد قرار گرفتم، از خاطر از که یکی زیاد خوشموزرم که چرا برجسته کردی و دومانی که چرا مشخص برای خوشموزر نوشتین. خب دلایلش هم بلدی شما گفتمنی. آخرین دو بیتیش را شاید سوانکاری نیاز داشتشن، ولی یک دو بیتی دیگه که بلدی خود خوشموزر بود اگر میالی در ذهنم باشه و رو مگیم که چشم دلربای داره عاقل، چه خوشمه ایل و صفای داره عاقل، در خوش موضوع بگرده جوره جوره، حضور با صفای داره عاقل. واو بسیار خشنگ، تشکر خانم سرایازی که امروز ما چند دقیقه در زیر از این درخت ها ششتین و چند دانه شعر هم در مورد خوش موضوع گفتین و معلومات هم براز ما دادین. بسیار زیاد تشکر. دیگه می پشکلای عاقل شما مرخم بیشش مسته در روی از ما کشید. خب تومت مونه دیگه در جای هم دیم شاید در کمرا بلده شما معلوم نشنه که لب دریای لب دریا معمولا نینی زمان روز کست یا مونستکای چاشت، چون هوای کم دمی چی مگه دم موشنه گرمتر موشه، پشکلا باز کل لگی در بین سبززار در بین سایه است که مم در قدی پشکلش دیال گلای از ما مونه که عاقل پر پشکله پشکل دره پشکلایش هم چین سفیده. خب چیم صفی چی نمو گفتین که در ما بر مخره؟ نه نه خواهش مونم خانم سرا تشکر از اینکه وقت گذاشتین براز ما. دیگه اگر در آخیر اگر گدام گفتنی داشتشین. تشکر از شما که خوش موضوع آمدین و قدم رنجه کردین، نه که بخاطر چکر و میله بلکه بخاطر از اینکه حداقل بتنین که امو چهره های مختلف جای جاغوری را به تصویر بکشین که آرزوی موفقیت داریم برای شما در یرسن. امیدوارم که پره جاهای جاغوری نه بلکه پره هزار جات را این رقم چهره هایش به تصویر بکشین که ما و شما در مناطق مرکزی در خود می وطن که هستیم از طبیعتی که خداوند برای از ما و شما داده واقعا وقتی که در آغوش طبیعت باشیم لذت های خاصی از خود را داره، ولی جدا از او وقتی که در دل طبیعت باشیم و گپ بزنیم یا که در مورد یک جای یا که معرفی بکنیم یکی واقعیت گپ است که بلدی از ما و شما ارزش های خیلی زیادی داره. بازم تشکر می‌کنیم که در آخرم تورای از ما کلو شد و قدر شد. یگانه پیامی که برای تمام عزیزا داریم، البته خواهش می‌کنیم که نمیتونم بگیم ما پیام برای از اونا داریم به خاطر از کمتر از اونیم که بگیم که یک پیام برای شما، ولی آرزوی از مویه که هیچ وقت ما و شما از رفتن منصرف نشیم و همیشه در حال رفتن باشیم. سعیه که بعضی جایا شاید تایی بلندی دیشته شنه ولی امو بلندی هایش رم بلده خواست بکنیم. امیدوارم که همگی از ما و شما از هر جایی که باشیم بدون در نظر داشته قومیت و زبان با هم دیگر منسجم باشیم و یک دست باشیم و یک پارچه و یک خمچه تا یک به سمت آبادی و صلح و امنیت حرکت بکنیم. از یک بهتر گپ دیگه وجودت نداره. بازم تشکر از شما که آمدین آقای سفری. سلامت باشی. خب بیننده عزیز، شما بیننده گزارش مو از خوش موضوع یا خوش موضوعان بودین. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه ایتون.